یکی از بدترین احساسات آزاردهنده احساس مقصر بودن و یا گناهکار بودن هستش که همه ما به نوعی این رو تجربه کردیم و معمولا از سن 3 تا 5 سالگی در کودکان نیز دیده میشه تا شخصیت انسان تو این مسیر نیز رشد میکنه و شکل میگیره که با سرزنش های دیگران و یا سرزنش های درون وجود خودش نیز مواجه میشه و اگر شخص خود را از این احساس نتونه آزاد کنه مسلماً غم و افسردگی و نیز ترس و نگرانی و کلافگی و بیقراری و ناامیدی او را از پا در خواهد بود و شادی و نشاط نیز نمیتونه جایگاهی توی زندگی اون شخص داشته باشه و این شادی بتونه حقیقی باشه. داوود پادشاه بعد از اینکه با یکی از همسران فرمانده خودش به نام بتشبع زنا کرد و بعد از اون همسر اوریا رو نیز میکشه، وقتی به گناه خودش پی میبره، یعنی در اصل ملزم میشه، میدونیم که گناه لذت داره و چون لذت داره تا زمانی که توی اون گناه هستیم نمیتونیم درک اینکه تو جای اشتباه هستیم رو داشته باشیم، ولی بعد از اینکه از اون لذت در میاد این موقعیت ایجاد میشه که شخص چه از درون ملزم میشه، چه با نوع تعلیماتش از باورش هست که ملزم میشه و چه موقعیتی قرار میگیره که وجدان ناراحت او نمیذاره آرامش داشته باشه. و داوود پادشاه نیز در چنین جایگاهی خودش رو میبینه. در مزمور 32:1-3 نیز اینگونه اعلام میکنه: خوشا به حال کسی که عصیان او در از سرکشی او در از دوری از هدفی که خدا برای اون مقیر کرده بود، خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شده و گناه بی مستور گردیده، یعنی پوشش، یعنی کفاره شده، یعنی دیگه اون گناه دیده نمیشه تا اون شخص بتونه خودش رو در آرامش و امنیت ببینه. و ادامه میده: خوشا به حال کسی که خداوند به وی جرمی در حساب نیاورد و در روح او حیله‌ای نمی باشد. هنگامی که خاموش می بودم، هنگامی که توی تفکر عمیق هستم، هنگامی که به گناه هم فکر می‌کنم، هنگامی که فکر می‌کنم چقدر دور شدم از اون هدف. می‌دونیم که گناه یعنی چی؟ همین فکرم بدونیم، نزدن به هدف. گناه زنا نیست، دزدی نیست، ریا نیست، دروغ نیست، اونها میوه‌های گناه هستن. خود گناه یعنی دور شدن از اون هدف، از اون رویایی که خدا در نظر داشت. و ادامه میده: استخوان‌هایم پوسیده میشد، یعنی از درون این حس یک شخصی است که اشتباه کرده، شخصی هستش که گناهی رو احساس میکنه مرتکب شده. استخوان‌هایم پوسیده میشد و از نعره‌ای که تمام روز میزدم، تمام روز وجدانش با او میجنگید. داوود پادشاه از آنجایی که قلباً به گناه خودش پی برده بود و به توبه حقیقی نزد خدایی که میشناخت، که اون خدا قدوسه، که اون خدا داوود رو با یک رویایی روی این زمین آفریده، همون گونه که همه ما توی رویای خدا هستیم، رویای جاودانه، رویایی که درش امید و شادمانی و سلامتی و رستگاری هستش، و میشناخت که خدا عادل هستش. پس با ایمان و امید به رحمت خدا توبه کرد و در این اعتراف خیش را از سرزنش و احساس گناه آزاد ساخت. باز مطابق مزمور 32:5 که داوود پادشاه نیز این گونه اعلام میکنه: به گناه خود نزد تو اعتراف کردم، یعنی ابراز پشیمانی کامل، و جرم خود را مخفی نداشتم، یعنی توجیه نکردم. ما خیلی موقع هستش که حتی لزومی نداره برای دیگران اشتباهی که کردیم، گناهی که کردیم، مدام توجیه میکنیم، مدام میگیم نه این علت این بود، اگر این کارو نمیکرد من این کارو نمیکردم، اگر خدای من این احساسو نمیداد من خب در برابرش این عمل رو انجام نمیدادم، خب خدایا خودت به من غریزه دادی، خودت به من احساس دادی، خدای دیگه راهی نداشتم برای اینکه بتونم خرجی و روزیمو درارم، باید دروغ میگفتم. و اینا توجیهاتی هستش که
دلیلی نخواهد شد که وجدان ما آروم بشه، مگر اینکه وجدان ما سوخته باشه. وقتی سوخته باشه، آره دیگه اصلا چیزی نمیشنم. به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرم خود را مخفی نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خدا من اقرار میکنم. پس تو آلایش گناهم را عفو کردی، یعنی کاملا پذیرفتی. و چقدر خوبه که ما یاد بگیریم برای حتی اشتباهات کوچیکمون عذرخواهی کنیم، پوزش بدیم و این رو انتقال بدیم به طور خاص به بچه هامون، به نسل جوانتر بگیم که ما بزرگام اشتباه میکنیم، تا اونها نیز یاد بگیرن، تا مبادا وقتی اشتباه کردن نشکنن. اشتباه کردن، همه انسان ها اشتباه میکنن و گناه میکنن و اونها نیز این رو بیاموزن. بروس لی نیز اعلام میکنه اشتباهات قابل بخششن، به شرط اینکه فرد جرأت پوزش از آن را داشته باشه که بپذیره، به شرط اینکه جرأت پذیرش اون رو در از داشته باشه. آنچه را که داوود پادشاه را از این شرایط خجالت آور و رسوا کننده و خطرناک برای مجازات، چه بسا که میتوانستن آنهایی که اطراف داوود پادشاه بودن اعتراض کنند و داوود پادشاه رو به محکمه بیارن که تو برای چی یکی از فرمانده ها رو کشتی و به همسر او در از تجاوز کردی. همه اینها چیزایی بود که میتونست داوود رو تهدید بکنه و نیز از هلاکت رهایی دادش، در اصل درک درست از رحمت خدا بود که کاملا درک کرد خدا رحیمه، خداوند با فیضش میتونه ما رو محبت کنه، از سر تقصیرات ما نیز بگذره. شاری اعلام میکنه خدایا رحمتت دریای عام است، ز لطفت قطره‌ای ما را تمام هستش. دیگه اصرار بیش از اندازه نداره، همین که قلبا میریم در حضور خداوند توبه میکنیم مثل انسانی. شاید ما در برابر انسانها وقتی که اشتباهی رو انجام میدیم میریم پوزش میخوایم، تازه میگن نه حالا که این کار انجام داده تازه باید محاکمه هم بشی، ولی رحمت خدا اینگونه نیست. تعریف رحمت خداوند در عهد عتیق اشاره به مهربانی تا پای زانو زدن، التماس. رحمت خداوند مانند که این موقعیتی نیستش که شخصی برفرض دزدی کرده و زندانش کردن، یک بار قاضی میاد میگه بگید آزاد بشه. رحمت و فیض خداوند یعنی نه تنها گذشت، بلکه امکانات مناسب به اون شخص دادن که دیگه اون گناهو نکنه. فیض خدا این است و ما میدونیم که عیسی مسیح این گونه با تمام کسانی که به او ایمان دارن عمل میکنه.